سلام اخیرا یه خبری پخش شده مبنی بر اینکه یه سیگنالی دریافت شده از فضا که نشون دهنده وجود تکنولوژی موجودات فضایی هوشمند و پیشرفته است و اینکه به زودی قرار این خبر اعلام عمومی بشه و خلاصه از این حرفها بیشتر این ادعا هم توسط یک فیلمساز و مستندساز که در واقع بیشتر یه یوتیوبره مطرح شده. خب این خبر خوراک منه برای راستی آزمایی تو این کانال. با من همراه باشید تا ببینیم که این مستندساز پیر چی میگه و ادعاش چیه. موضوع از اینجا شروع میشه که ما یه برنامه داریم تحت عنوان ستی یعنی جستجو برای هوش فرازمینی تو این برنامه پروژه های مختلفی وجود داره که تحت اونها میان توی فضا به دنبال نشانه های از وجود حیات فرازمینی میگردن بزرگترین این پروژه که تحت این برنامه داره پیش میره پروژه بریکترو که یک میلیاردر اسرائیلی روسی اون رو تامین مالی کرده و از طریق اون دارن با کمک رادیوتلسکوپ های بزرگ دنیا نزدیک به یک میلیون از نزدیکترین ستاره‌ها به زمین را رسد می‌کنند و توی امواج دریافتی از اونها دنبال نشونه‌هایی از وجود حیات هوشمند می‌گردند. در سال 2019 یک سیگنالی دریافت شد که به BLC یک معروف شد و ادعا شد که احتمالاً میتونه منشأ فرازمینی و هوشمند داشته باشه تو این همه امواج رادیویی که از فضا دریافت میشه یکی از راههایی که میتونن حد بزنن ممکنه منشأ این منبع طبیعی نباشه اینه که یک پهنای باند خیلی باریک داشته باشه یعنی یک موج با یک فرکانس خاص باشه چون منابع طبیعی معمولا امواج رادیویی که از خودشون ساطع میکنن یک محدوده فرکانسی گسترده ای رو پوشش میده یعنی در واقع پهنای باند زیادی داره ولی اگه یک منبع موج مصنوعی باشه میتونه یک موج با یک فرکانس خاص رو تولید بکنه مثل امواج ارتباطی که ما روی زمین تولید میکنیم که با یک فرکانس خاص اطلاعات رو ارسال میکنیم به اینو امواج تکنوسیگنیچر یا ردپای تکنولوژیکی میگن شبیه بایو سیگنیچر یا رد پای بیولوژیکی که در واقع مثلا پیدا کردن نشونه های از وجود حیات حالا در حد حتی تکسلولی و این هاست. ولی تکنو یا رد پای تکنولوژیکی پیدا کردن نشونه از تکنولوژی هوشمند و پیشرفته توی فضاست این سیگنال خاص یعنی همین BLC1 از یه محدوده ای اومده که در اطراف ستاره پروکسیما قنتورسه که نزدیکترین ستاره به خورشید حساب میشه یعنی منشأ احتمالی این امواج حدود چهار سال نوری بیشتر با ما فاصله نداره این ستاره از این جهت مورد توجهه چون چند سال قبل ادعا شد که در اطراف این ستاره یک سیاره کش شده که توی محدوده کمربند حیات این ستاره است یعنی محدوده ای که نه اونقدر داغ نه اونقدر سرده که حیات احتمال شکگیریش وجود داره البته لزوما این امواج از اون ستاره نیومده یعنی این منطقه ای که ازش اومده ای منطقه ای گسترده ای به اندازه قطر ماه توی آسمون که حالا ستاره پروکسیما گونترس هم توی اون محدوده قرار داره و یکی از کاندیداهای احتمالی برای منشأ این امواج به حساب میاد این سیگنال علاوه بر اینکه پهنای باند باریک یعنی فرکانس خاص داشت به آرومی فرکانسش هم در حال تغییر بود که این نشون دهنده حرکت اون منبع موج که در اثر پدیده دوپلر باعث تغییر فرکانس دریافتی از اون میشه حالا آیا این سیگنال واقعا منشأ فرازمینی داره و نشون دهنده وجود موجرات هوشمند خب این سوالیه که اون کسایی که تو این پروژه کار میکردن همون ابتدا براشون پیش اومد و بلافاصله شروع کردن روش مطالعه کردن و در سال 2020 2021 سه تا مقاله منتشر کردن که تو یکیش اصل سیگنال رو توضیح میده و توی دو دیگه اومدن بررسی کردن که ببینن آیا این سیگنال میتونه واقعا نشون دهنده یک رد پای تکنولوژیکی باشه یا نه و نتیجه که توی همه این مقاله ها گرفتن اینه که به احتمال زیاد این سیگنالی که دریافت شده صرفا یک اختلال و یک تداخل امواج با یک منبع زمینیه که باعث شده یک همچین فرکانسی توی اون موجها دیده بشه این گروه برای اینکه مطمئن بشن که آیا منشأ این سیگنال واقعا همون جاییه که دیدن اومدن اطلاعات این تلسکوپ موقعی که جاهای دیگه آسمون رو هم نگاه میکردن رو بررسی کردن و بعد دیدن توی حدود 30 تا از منابعی که این تلسکوپ رصد کرده این خطوط داره دیده میشه و این نشون میده که اون در واقع سیگنال از اون منبعی که اونا فکر میکردن نیومده و یه چیز دیگه ای داره از یه جای دیگه یک اختلالی توی اون سیگنال ها ایجاد میکنه یه چیز دیگه که توی این سیگنال ها مشاهده شده پدیده به اسم شونه فرکانسی که به معنی اینه که فرکانس های مختلف در فاصله های مساوی شبیه دندونه های یک شونه مشاهده میشه که این یکی از اصلی ترین دلایل اینه که منشه ای این امواج صرفا تداخل با امواج زمینیه از همه مهمتر این که توی مقاله سوم میان میگن که در طول فاصله زمانی 6 ماه به مدت 39 ساعت میان دوباره اون منبع اصلی رو رصد میکنن و توی هیچ کدوم از این رصدهای بعدی اون سیگنال اولیه رو دریافت نمیکنن که این تصادفی بودن و تداخل بودن اون سیگنال اولیه رو تایید میکنه گروه دریافت کننده این امواج اخیرا تو سال 2023 یک مقاله دیگه ای منتشر میکنه که یک فرایند دقیقتر و سخت‌گیرانه‌تری برای بررسی این سیگنال ها پیشنهاد میده که به صورت اتوماتیک سیگنال های مثل BRC1 رو رد کنه و این همه وقت و عمر پژوهشگرا را هدر نده در واقع چنین سیگنال های علاوه بر اینکه اون فرکانس مشخصی بد داشته باشن باید یک طرح و ریتم مشخصی هم داشته باشن که نشون بده یک منبع هوشمند اون ارسال کرده نه اینکه صرفا یک نویز کوتاهی باشن توی یک فرکانس خاص ولی جالبه که از بین همه این مقالات منتشر شده مقاله اولی که صرفا اعلام خبر دریافت این سیگنال بوده مورد توجه رسانه قرار گرفته و اون رو فقط تیز کردن خب تیتر خیلی جذابتریه که بگن سیگنال احتمالی از موجودات فضایی دریافت شده تا در اینکه بخوان بگن نه اشتباه کردیم حالا بعد از اینکه اخبار این سیگنال فراموش شده بود یک مستندساز یا یوتیوبر به اسم سایمون هلند که لقب پروفسور رو هم به اسم مستعارش اضافه کرده ادعا کرده که توسط یکی از اعضای تیم تحقیقاتی اطلاعاتی به صورت مخفیانه بهش داده شده که این سیگنال تحت عنوان بی یک واقعیه و به زودی اعلام عمومی خواهد شد که اولین سیگنال ها از موجودات فضایی دریافت شده حتی بعد از اینکه این ادعا توسط یک سری از کانال های علمی معروف و پژوهشگرای این حوزه و حتی گروه تحقیقاتی بریک که اصل این موضوع رو اعلام کرده بود رد شده این شخص دست از ادعای خودش بر نداشته و اعلام کرد که این سیگنال واقعیه و جامعه علمی نمیخواد به شما واقعیت رو بگه رفتم توی کانال این بنده خدا و وقتی دیدم کانالش پر از مطالبی در مورد دیده شدن یوفو ها و منطقه 51 و, و حتی ارتباط موجودات فضایی با ایران برای انتقال تکنولوژی یک سلاح فوق پیشرفته دیدم که دارم وقتم رو تلف میکنم برای بررسی این موضوع مخصوصا بعد از اینکه دیدم توی یکی از ویدیوهاش گفته بود که ارتباطات تونلزنی کوانتومی با موجود فضایی در حال انجامه دیگه مطمئن شدم که بیشتر از این وقتم اینجا تلف نکنم کسی که نمیدونه تونزنی کوانتومی ربطی به برقراری ارتباط بین دو نقطه از فضا نداره دیگه بقیه ادعاش هم مشخصه که چقدر علمیه در صورت خودتون میتونید برید کانالش رو ببینید و قضاوت کنید بحث موجودات فضایی و تکنولوژی های بیگانه و اینها از اون موضوعات پرطرف و شده یکی از روش های جلب مخاطب منم توی کانال مجله خلقت زیاد در مورد این ادعاها صحبت کردم و اونها رو بررسی کردم از جلسه کنگره آمریکا در مورد مشاهدات یوفوها گرفته تا جلسه کنگره مکزیک که بدن یک موجود فضایی رو به نمایش گذاشتن تا بررسی فیلم هایی که ادعا میشه از سفینه های فضایی گرفته شده و ادعای مبنی بر کشف ذرات ریز فلز در کف اقیانوس که از یک سفینه موجودات فضایی کنده شده و همین اخیرا هم ادعای کشف اثراتی از کره دایسون در اطراف سیارات دیگه و حتی خبرهای کمی علمی تر مثل مشاهده ردپای حیات توی رصدهای جیمز وب بکنم از این به بعد هم از این موارد زیاد خواهد بود که بخوام بررسی کنم در نهایت این رو بهتون بگم که من شخصا بحث وجود موجودات زنده خارج از زمین و حتی حیات هوشمند رو رد نمی کنم. اصلا به نظر من با توجه به وسعت کیهان یعنی این چندصد میلیارد کهکشانی که داریم که هر کدوم چندصد ست میلیارد ستاره دارن و هر کدوم میتونن چند سیاره داشته باشن به احتمال خیلی زیاد بالاخره توی تعداد زیادی از اونها حیات وجود داره و حتی ممکنه حیات پیشرفته و هوشمندی وجود داشته باشه و اصلا برای همین هر وقت ادعاهای اینجوری میشنوم خیلی با کنجکاوی و علاقه زیاد میرم دنبالش که شاید این یکی دیگه درست باشه ولی تا الان هیچ ادعایی که بشه از نظر علمی اون رو اثبات کرد و گفتش که درسته ندیدم اینکه خیلی میان ارجا میدن به خاطرات فلان شخص و اعترافات فلانی و اینها اینا هیچ کدوم مدرک و دلیل علمی به حساب نمیاد چون قابل راستی آزمایی نیستن ولی همچنان مشتاقانه منتظرم که بالاخره یه روزی یکی از این ادعاها درست عذاب در بیاد نظر شما چیه منتظر نظراتتون هستم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار